والی طالبان به پوزل وضعیت اقتصادی پنجشیر بد و اوضاع حقوق بشریان به مراتب بهتر است. سازمان حفاظت از کودکان مهاجران برگشت کننده از پاکستان با خطر ابتلا به بیماری های جدی مواجه هستند. واکنش آمریکا به گزارش سیگر ما با شرکای بین المللی قابل اعتمادی کار میکنیم. و حادثه‌ای که جهان را شوکه کرد. مشروع خبرها پس از گذشت ماه‌ها از هشدار طالبان به نهادهای کمک رسان در مورد کمک رسانی بدون هماهنگی به مردم پنجشیر، اکنون محمد آقا حکیم والی طالبان در این ولایت از هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان خواسته تا این نهاد کمک‌های بشری را به باشندگان این ولایت زمینه سازی کند. محمد آقا حکیم این خواست را روز جمعه در دیدار با مارکوس پوزل معاون یونما در پنجشیر مطرح کرده است. او وضعیت اقتصادی مردم پنجشیر را نسبت به هر ولایت دیگر پرچالش خوانده، اما اوضاع حقوق بشری در این ولایت را به مراتب بهتر توصیف کرده است. او به این مقام سازمان ملل متحد گفته است: امیدوارم دونرها و نهادهای خارجی به پنجشیر توجه جدی کنند و در قسمت فراهم کردن کمک های بشری تلاش کنند. یونما تا اکنون در مورد سفر معاون این سازمان به پنجشیر چیزی نگفته است. گفتنی است که به دلیل درگیری های دو سال پیش میان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت ملی در پنجشیر، باشندگان این ولایت در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد. سازمان حفاظت از کودکان مهاجران برگشت کننده از پاکستان با خطر ابتلا به بیماری های جدی مواجه هستند. سازمان حفاظت از کودکان با نشر اعلامیه گفته که بیماری های جدی به سرعت در حال گسترش است. با گزارش اسپوتنیک، سازمان حفاظت از کودکان اعلام کرده است هزاران مهاجر که در هفته‌های اخیر از پاکستان به افغانستان بازگشتند در خطر ابتلا به بیماری‌های جدی از جمله اسهالات روبرو هستند. بر بنیاد این اعلامیه در ماه گذشته بیش از 3000 مورد عفونت حاد تنفسی و 1200 مورد اسهال در میان کودکان در مراکز صحی سازمان حفاظت از کودکان به صد رسیده است. واکنش آمریکا به گزارش سیگر ما با شرکای بین المللی قابل اعتمادی کار میکنیم. بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش ادعا کرده بود که امارات اسلامی بخش وسیع از کمک های آمریکا را به نفعشان استفاده میکند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در واکنش به گزارش پسین سیگر مبنی بر مداخله امارات اسلامی در روند کمک های واشنگتن میگوید که این کشور از روند کمک های بشردوستانه اش در سراسر جهان نظارت میکند. ماتیو میلر سخنگوی این وزارت می‌افزاید که واشنگتن با شریکان قابل اعتماد در افغانستان کار می‌کند. مختار وفایی خبرنگار روزنامه اندیپندنت فارسی ایران در صفحه رسمی تویتر خود گزارش می‌دهد: قرار است نشست به میزبانی حزب عدالت روسیه از متحدان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن کشور با حضور شمار از مخالفان طالبان در مسکو برگزار گردد. برگزاری نشست با عنوان افغانستان میان گذشته و آینده برای روز پنجشنبه دوم قوس برنامه ریزی شده است. نماینده ویژه پاکستان: همسایگان افغانستان همزمان طالبان را به رسمیت خواهند شناخت. پاکستان مدعی است طالبان تغییرات مثبت در افغانستان به وجود آوردند. آصف درانی نماینده ویژه دولت پاکستان در افغانستان میگوید کشورهای همسایه افغانستان در حال بررسی به رسمیت شناختن طالبان به صورت همزمانند. درانی که روز پنجشنبه در نشست سالانه مارگالا که مؤسسه تحقیقات سیاست دولتی اسلام آباد برگزار کرده بود سخنرانی میکرد. او میگوید همسایه های افغانستان از جمله روسیه قصد دارند تا در صورت تحقق شرایط خاص طالبان را به عنوان یک دولت مستقل به رسمیت بشناسند. در میان همسایگان افغانستان از جمله روسیه این تفاهم شکل گرفته است و ما رژیم طالبان را همزمان و نه یک جانبه به رسمیت خواهیم شناخت. اجماع منطقه‌ای همسایه‌های افغانستان آنان را قادر می‌سازد تا با مقام‌های دوفاکتو در افغانستان فعالیت‌های اقتصادی از جمله تجارت دو جانبه، مبادله ارز و تجارت مبادله‌ای را رسماً صورت بدهد. با گزارش صدای آمریکا، درانی ادعا کرد که طالبان فساد را در افغانستان کاهش دادند، درآمد خود را افزایش دادند و کشت مواد مخدر به پایین‌ترین حد خود رسیده است. در این نشست پیشنهاد شد تا پاکستان بر رسمیت شناختن طالبان را مشروط به مبارزین گروه علیه تروریسم و جلوگیری از فعالیت TTP کند، اما درانی این پیشنهاد را رد کرد و گفت ما بخشی از اجماع خواهیم بود و در اینجا تنها درباره افغانستان بحث نمی شود بلکه بحث منطقه‌ای است. درانی افزود اگر درباره اختلافات اخیر بین دو کشور صحبت کنید این موضوع ادامه خواهد داشت. تا آنجا که بر روابط میان افغانستان و پاکستان مربوط می شود ما باید انواع فراز نشیب ها را تحمل کنیم، بنابراین منتظر معجزه نباشید.
نماینده ویژه پاکستان در افغانستان درباره شرایطی که باعث بر رسمیت شناختن طالبان می شود گفت، در حالی که ایران و روسیه بیشتر بر تعهد طالبان برای ایجاد دولت فراگیر تاکید دارند، پاکستان و چین مایلند که طالبان به زنان اجازه دهند تا در فعالیت‌های اجتماعی شرکت کنند و زمینه تحصیل کار آنان نیز فراهم شود. با گفته درونی ارزیابی سازمان ملل متحد نیز این مسئله را تایید کرده است که در صورت پایبندی طالبان بعد تعهدات بین‌المللی و عملی کردن آن باید با این گروه وارد تعامل شد و آنان را به رسمیت شناخت. هرچند روابط میان پاکستان و گروه طالبان از چند ماه پیش تیره شده است، اما آصف درونی باور دارد که به زودی تنش‌های در جانبه کم می‌شود. او تاکید کرد که این روند تا رسیدن به مرحله پایان تنش‌ها تا حد طولانی خواهد بود. پاکستان گروه طالبان را متهم می‌کند که از تحریک طالبان پاکستانی که از نظر پاکستان یک گروه تروریستی است حمایت می‌کند. طالبان نیز پاکستان را متهم کردند که با اخراج اجباری 100 هزار مهاجر افغان برای بی‌ثبات کردن افغانستان تلاش می‌کند. پاکستان بزرگترین حامی گروه طالبان طی 20 سال دولت جمهوری در افغانستان بود. حتی ایجاد گروه طالبان را نیز به پاکستان نسبت می‌دهند. دولت پاکستان امیدوار بود که با سلطه طالبان بر افغانستان این گروه مانع فعالیت TDP شود و اجازه ندهد که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده کنند. اما با قدرت گرفتن طالبان این امیدواری به یأس تبدیل شد. بر اساس آماری که دولت پاکستان ارائه کرده است، پس از سلطه طالبان بر افغانستان امنی در پاکستان 60% و حملات انتحاری 500% افزایش یافته است. TTP در فاصله دو سال گذشته 2300 شهروند پاکستانی از جمله نیروهای امنیتی را به هلاکت رساندند. طالبان پس از قدرت گرفتن در افغانستان از جامعه جهانی خواستند تا این گروه را به عنوان دولت مرشح افغانستان به رسمیت بشناسند، اما سازمان ملل متحد و بیشتر کشورهای جهان گفتند تا زمانی که طالبان به حقوق زنان و دختران احترام نگذارند و به تعهدات بین‌المللی خود پایبند نباشند، این گروه را به رسمیت نمی‌شناسند. نمایشگاه صنایع دستی زنان در کابل، طالبان ورود مردان را ممنوع کردند. زنان در افغانستان به طور گسترده از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی حذف شدند. مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی افغانستان در کابل از روز سه شنبه به مدت یک هفته میزبان نمایشگاه بزرگ صنایع دستی زنان افغانستان است. در این نمایشگاه حدود 1000 غرفه همگی با مدیریت زنان از سراسر افغانستان فعالند، اما بازار به شدت راکد است، زیرا تنها زن‌ها اجازه دارند وارد این نمایشگاه‌ها شوند. این نمایشگاه را اتاق بازرگانی و صنعت زنان و بخش زنان سازمان ملل UN Women با صرف هزینه بسیار برگزار کرده است، اما از آنجا که طالبان ورود مردان به این نمایشگاه را ممنوع کردند، بازار و کار و فروشندگان به شدت لطمه دیده است. سما نام مستعار یک بازاریاب زن که در این نمایشگاه کار میکند به ایندیپندنت فارسی گفت که در سیمین روز برگزاری نمایشگاه تعداد بازدید کننده ها بسیار اندک است. او افزود طالبان به مردان اجازه نمیدهند برای بازدید و خرید از نمایشگاه وارد سالن شوند. به همین دلیل فقط شما رندک مشتری زن داریم که با توجه به وصیت این نمایشگاه میتوان گفت هیچ فروشی وجود ندارد.